سلام و وقت بخیر امروهان نازنین. طوری که ما همه می دانیم بعد از آمدن طالبان همه از کشور فرار کردند. کسی از ترس افکار نامناسب آنها، کسی از بیکاری و هدهی هم به خاطر نام و شهرت که داشتند. با آن که طالبان حفه عمومی اعلام کردند ولی هنوز هم کسی به حرفای آنها باور و اعتبار ندارند. مدی جان فراخ، هنرمند خوش صدا و سرشناس کشور، هم وطن را ترک کرده و در یکی از کشورهای دیگر مهاجر شد. چند روز قبل وی با یکی از رسانه ها مصاحبه تصویری داشتند و نخواستند از جای بوده باش خود چیزی بگویند و این موضوع را یادآور شدند که نمیخواهند در این مورد که فعلا کجاستند معلومات بدهد. دوستان همه کنجکاو شدند که چرا او این موضوع را پنهان می کند. ولی حسابت کردن مدی جان کاملا معلوم می شد که او از جای بوده باشش راضی نیست و این موضوع را هم یادآور شدند که حق خبرنگاران، هنرمندان و کسان دیگر که جانشان در خطر از سوی طالبان است، از سوی کسانی که اختیار دستشان بوده خورده شده و حق آنها را به فامیل ها و اقارب خود دادند تا از کشور بیرون شوند. یک موضوع دیگر را خیلی واضح ساختند که بعضی کمدین های محبوب و مشهور کشور انوز هم در افغانستان ماندند ولی به جای آنها کسانی دیگری به کشورهای خارجی فرستاده شدند، یعنی در کل اقتلفی شده. اما در این ویدیو که کوتاه صحبت شده واضح نشان می دهد که مدی جان فراخ فعلا در کدام یکی از کشورهای همسایه مهاجر شده است. سلام، از وقت که اینجا آمدیم پیش رفیق ما زایر خان اینجا چی میگن نان و چای صبح وطنی و افغانی را میجا میخوریم. هر کسی که پاکستان میام متوجه باشه که نان افغانی بخوره دقیقی میدهش خراب میشه. پیش زایر خان بیاد، زایر خان خندوزی. خوب، صحبت های مدی جان را که شنیدید، ایشان فعلا در کشور همسایه پاکستان زندگی می کند. کاملا معلوم می شد که از این وضعیت راضی نیست و این را هم یادآور شدند که با مشکلات بسیار از وطن فرار کردند و خود را به آنجا رساندند. خب، ما فقط دعا می کنیم خداوند بالای همه و همه مهربان شود، مشکلات مردم افغانستان را حل بسازد. شما دوستان اگر در این مورد نظری داشتید در کامنت بنویسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار تک تک شما هستند.